سلام و همون زیک وزای خفن، چطور میتورین؟ خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون کانرس چک. توی این ویدیو میخواییم بریم سراغ یه موزیک ویدئویی نماهنگی که قبلا آهنگش رو رفتیم، آهنگش رو میذارم اینجاها اگه ندیدیم بریم ببینیم ریاکشنش رو، که 40 تا خواننده کنار هم جمع شدن و یه موزیک خوندن، فکر کنم با آهنگسازی فرزاد فرزین. خواننده هاشم از حمید هیراد و رضا صادقی و چه میدونم سینا درخشنده و پرواز همای و سینا چی بود؟ سینا شعبان خانی و و و و و و یعنی 40 تا خواننده دیگه، خودتون حساب بکنین کیا هستن. موزیک ویدیو دادن، یعنی همون موزیک هر موزیک ویدیو کردن و به من گفتن که نزدیک 1 سال بیشتر روی این موزیک ویدیو کار شده و خیلی حرفه‌ایه. حالا تعریفش هم انصافا زیاد شنیدم، دروغ نگیم، یعنی از دیشب هم بالای فکر کنم 10-15 نفر اینو برای من فوروارد کردن که گفتن اینو حتما ریاکشن برو. حالا میخواییم ریاکشن بریم. 6 دقیقه و 45 ثانیه نماهنگ دیدنی منو بشناس با صدای 40 خواننده موسیقی ایران با زیرنویس انگلیسی. زیرنویس انگلیسیش کاری نداریم، میریم که بشنویم. فقط قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنیم سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید، دمتون گرم، یه کامنت انگلیسی هم اگه بذارین که لطف کردین. 1 2 3 به نام خداوند جان خرد. اگر سر به سر تن به کشتن دهی، یکم جلوه ویژه تورش فکر کنم زیاده. کارگردانش کیه؟ موسیقی تنظیم مهروز سفاریه، ناهنساز فرزاد فرزین، ترانه‌سرا احمد امیر خلیلی. این پرواز همایه. او مای گاد، کارگردانش زیگورات محمد اولاد فکر کنم اسمش بود. آره این دیوونه است. یعنی هر چی تو این ویدیو دیدین بالای 90% من مطمئنم اصلا همچین چیزی وجود نداره، همش افکته، همش جلوه‌ای ویژه است. خیلی کارشون درسته. زیگورات با کیا کار کرده توی رپ فارسی؟ با یاس کار کرده. آهنگ چی بود؟ یکی از آهنگای یاس، من که حتی لباس تنم به سلیقه ای تو بود، اسم آهنگش رو یادم نمیاد، اونو چیز کرده و خیلی کارگردان پرهزینه ای هستش، یعنی همینجوری هزینه میتراشه. بریم ببینیم که چه کرده. محمد اولاد این برام نوشته خیلی خفنه. من ندید میگم این ویدیو خیلی خفنه. زیگورات یعنی به کم راضی نمیشه. جد وای بیزار نکن، از همین اولش خاک پاشیده اون آدم رو حواس. منو بشناس. من یه خاک گرشا رضایی کم. توی ریاکشن موزیکش تقریبا فکر کنم نصفش رو نتونستیم تشخیص بدیم، حالا اینجا قیافه‌هاشون رو میبینیم شاید بهتر باشه. که زخمی جنگه بچه، هر چی میبینید افکته، باور نکنیم. ایستاده رضا صادقی با این که مجروحه، من یه خاکم خشایار اعتمادی جنگ نه روز به تو دفاع ولی کوه از شمالم. کی این؟ مهدی یغماییه. قنوت دم را تا جنوبم شب آفنی سماع مولاناست، دشت تا دشت پشت لوراسوی هم بود. من لشکر آره صداش تابلوه تا پرچمم بالاست، من صدای متمایون گوش کارونم ایستاده به وسعت سبلان
زیر در تاریخ. چی بودی؟ نشناختم. مردمم سر بلند در دورا. چه افکتی؟ سامان؟ سامان؟ سامان توی؟ منو بشناس که از جنگ نگفتم با. یه جور میگم حجت انگار همسایه به عقلیمونه، دوست فابریکم هم هست، حجت اشرف زاده. منو بشناس که آرامش در فرمانم. منو بشناس به لبخند به زیبا. از این چیه؟ رو تختی انداخته؟ نه واقعا فرزاد فرزین جزو کسایی که خیلی برای پوشاکش هزینه میکنه واقعا، و درجه یکه. هر چی میبینین گفتم افکته، هیچ کدوم از این مکانها واقعی نیستن، نه همش توی اتاق ثبت شده. اینا از خاصیت های محمد اولاد زیگوراته. سختی به قدرت تختی. چیه این؟ شور شیرین عشق با فنها. شبان خانی کشور قاما مذهب آین. سرزمین همیشه یه آزاد. سامان جدیدیش کن، من میخوام اونو ببینم. خاک آرامشه اینجا خیلی تون رفته، قشنگ کارتونی شده. وسط مرزهای توفانی سرفدای وجب وجب این خاک. پایان حامی گنبد خراسانی. خواب آفام نگفتم با تو. منو بشناس که آرامشه. حامی خیلی خوبه. در توفانم. منو بشناس به لبخند زیبای سال. منو بشناس به من ایرانم. در مهران چی بود؟ تا جنوبم رستاک سماع موناناست. دشت تا دشت پشت من لشگر. کوه تا کوه پرچمم بالاست. من صدای خروش کارونم. ایستاده وسعت سبلان. مردمم سر به زیر در تاریخ. مردمم سر بلند در. اینم یکم بد نکن، اینجا مثلا از کار یادم یکم سوتی داده. اینجا نکن خیلی یه جوریه، خیلی مستونی طور. مردمم سر بلند در دوران. بشناس که از جنگ نگفتم با تو. منو بشناس که آرامش در توفانم. منو بشناس به لبخند به زیبای سال. نه نشناختم آخرش. منو بشناس که من این که چیزن سیون بند. او مسعود صادقی رو هم هست، ولی اینا
بکنم بک وکال بودن. سامان جلیلی هم یه لحظه دیدنش ولی دیگه نبود. نفسم را پر پرواز از توست، به دماوند تو سوگند که گر بکشایند بندم از بند ببینند که آواز از توست. ۹۷ تا ۹۹ دو سال، چه خبره؟ چه خبرتونه؟ دمتون گرم که تا آخر نگاه کردی. من خیلی از اون پشت پیانو نشسته بود و اصلا نشناختم و خیلی ها مثل مسعود صادقلو و سامان جلیلی و کسای دیگه که اسمشون بود تو ویدیو نبودن، حالا یا خودشون نبودن یا من دیدم متوجه نشدم، نمیدونم کدوم بود ولی ندیدمشون. ویدیوش خیلی حرفه‌ای بود انصافا، جلوه‌ای ویژه ترکونده بود ولی بالاخره اثر چی میگن وطن پرستی اینطوری بود و خیلی محدودیت داشت، وگرنه میتونست خیلی بهتر بشه. یعنی از لحاظ تکنیکی ترکونده بود ولی از لحاظ اون شادهایی که میوست خب چیز بود دیگه، جذابیت فقط اون خواننده و بگراندی که چون میگن مکانهای دیدنی ایران بود. همین، دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین. خیلی چاکریم. خوشتون اومد یا نه از این ویدیو بگین. آهنگش بدی نبود دیگه، نمیشه آخه از این آهنگ انتظار زیادی داشت، مشخصه برای چیه، به سفارش کیه، ولی ویدیوش خفن بود. دمتون گرم. سابسکرایب نکرده ویدیو رو ترک نکنین و همین دیگه. قربان شما. استر چک.